سلام به صفحه‌دوی ویژه انتخابات آمریکا خوش آمدید. این برنامه سوم از این مجموعه است. من فرناز قاضی‌زاده هستم و در برنامه امروز همراه همکارانم هستیم: بهمن کلباسی از نیویورک، مهنوش پورزیایی از واشنگتن و تا دقایق دیگه همکارم هادی نیلی هم وصل خواهد شد به برنامه. اتفاقات یک هفته گذشته رو مرور می‌کنیم در انتخاباتی که شبیه هیچ انتخاباتی نیست و بسیار از رفتارهای معمول در انتخابات پیشین رو در اون نمی‌بینید. از جمله اونها یکی همین که دونالد ترامپ، یکی از نامزدها، به شدت به سلامت انتخابات تشکیک می‌کند. باید ببینیم چی میشه. میدونین که من به وضع رأی‌های پستی اعتراض جدی دارم. وضعیتشون خیلی خرابه. اما مردم دارن شورش میکنن. آیا متحد میشین که قدرت مسالمت‌آمیز منتقل بشه؟ ما میخواییم از شر رأی‌های پستی راحت بشیم و خیلی هم مسالمت‌آمیز خواهد بود. البته راستش انتقال قدرتی در کار نخواهد بود و ما ادامه میدیم. ولی وضع رأی‌ها خیلی خرابه. شما هم میدونین و میدونین که بهتر از همه میدونه دموکرات‌ها. خب بهمن، حرفایی که از آقای ترامپ میشنویم معمولا مثلا در کشورهای جهان سوم اتفاق افتاده که نامزدها از این حرفا بزنن. در ایران خب غریبه نیستیم با این حرفا، ولی در آمریکا سابقه نداره به این شدت در این سطح تشکیک بشه. چی میگه او دقیقا؟ این جمله‌ای که انتقالی در کار نخواهد بود بلکه تداوم خواهیم داشت، اگر بدون اینکه در به گذشته آقای ترامپ و حرفایی که در این مورد زده نگاه می‌کردیم، در فقط به همین جمله شاید نمیشه ازش این برداشت رو الزاماً کرد که او داره میگه اگر من شکست بخورم کنار نمیرم. ولی با توجه به گذشته اینکه بارها هم در این انتخابات در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، هم در انتخابات 4 سال پیش که برای اولین بار کاندیدا بود، در برابر این پرسش که اگر شکست بخوری چه خواهی کرد، کم و بیش همیشه از پاسخ صریح بله کنار میروم اگر شکست بخورم تفره رفته و این سبب شده که بسیاری شک داشته باشن که او در صورتی که آرانشون بده که به اندازه کافی رأی نیاورده، حاضر بشه به این راحتی قدرت رو واگذار بکنه. این رو همچنین باید گذاشت در کنار اخباری که در هفته گذشته مخصوصا منتشر شده در مورد گام‌هایی که در عمل حزب جمهوری خواه داره و مخصوصا ستاد انتخاباتی آقای ترامپ، کارزار انتخاباتیش داره برمی‌داره برای اینکه راه‌های حقوقی برای خودش داشته باشه بعد از انتخابات، که در نتیجه انتخابات شک و تردید ایجاد بکنه اگر ببازه. در نتیجه این دو المان رو در واقع کنار هم که بگذاریم، این سبب شد که این جمله‌ای که گفت به صدر اخبار تبدیل بشه و واکنش گسترده داشته باشه و سطح نگرانی رو نه فقط به دموکرات‌ها و رسانه‌های منتقد آقای ترامپ، بلکه به جمع جمهوری‌خواهان هم ببره و سبب بشه که تعدادی از سناتورهای جمهوری‌خواه هم بعضی تندتر، بعضی غیر مستقیم بگوین که ما به قانون اساسیمون پایبندیم و اگر کسی شکست بخوره باید بره. ولی به هر حال نشون میده که ما وارد یک مرحله‌ای شدیم که احتمال نپذیرفتن نتایج انتخابات به یه احتمال خیلی جدی تبدیل شده. احتمال شک و تردید دیگه احتمال نیست، بلکه عملا داره هر روز اتفاق میفته. رئیس جمهوری آمریکا به کل سیستم انتخابات کشور خودش با شک و تردید نگاه میکنه و بخشش رو کاملا زیر سوال میبره و این جمله معروف رو هم که چند بار گفته، اگر ببازم حتما تقلب شده. یعنی تنها شرایطی که ممکن است آقای ترامپ ببازه از دید خود او، شرایطی است که انتخابات درش تقلب بوده. و مهنوش، میشه تو یه بار خیلی سریع برای ما این روال این انتخابات رو توضیح بدی؟ معمولا در خیلی از کشورها، چون رئیس جمهوری که در قدرت هست به هر حال نقشی هم در برگزاری انتخابات داره، خیلی به نظر خیلی از مخاطبان ما ممکنه که عجیب بیاد که چرا رئیس جمهور اینقدر در مورد برگزاری سالم این انتخابات داره تشکیک میکنه. به خاطر اینکه ایالت‌ها در آمریکا مسئول برگزاری انتخابات در مرزهای خودشون هستن و نتیجه انتخابات در ایالت‌ها با شمارش هیئت‌های انتخاباتی یا الکترال کالج ووت در نهایت میتونه
پیروز انتخابات رو مشخص کنه و حتی نه اون چیزی که به رأی مردمی یا پاپولر ووت یا در واقع رأی تک تک افراد معروف هست، اینجا که در واقع اکثریت فردی کسانی که به یک نامزد رأی میدن محسوب نمیشه برای تعیین پیروز نهایی انتخابات. منتها نکته جالب توجه همونطور که بهمن هم گفت اینه که آقای ترامپ در دوره قبلی هم در سال 2016 اشاره کرده بود به این که ممکنه رأی نتیجه انتخابات رو و نتیجه آرا رو نپذیره. همون موقع هم خانم کلینتون بهش گفته بود که به دموکراسی داره حمله میکنه، چیزی که الان دموکرات ها دارن مطرح میکنن. منتها تفاوتش در این زمان این هست که آقای ترامپ اون موقع یک نامزد ریاست جمهوری بود، الان رئیس جمهوری هست، نامزد ریاست جمهوری، و قدرت و اختیاراتی که داره برای به چالش کشیدن نتیجه انتخابات با دو سال با چهار سال پیش بسیار متفاوت. دقیقاً همینطور است. ولی بذارید ما یه تیکه از صدای کیلی مک‌آلنی سخنگوی کاخ سفید رو هم بشنویم. حرفای او هم جالبه. رئیس جمهور نتیجه یک انتخابات آزاد و منصفانه را میپذیرد، ولی فکر کنم سوال شما بیشتر مناسب دموکرات هاست که گفتند نتیجه را قبول نخواهند کرد. رئیس جمهور میخواهد که از رأی‌گیری پستی فله‌ای خلاص شویم و به روشنی گفته که این آرا میتواند به ضرر هر کدام از دو نامزد باشد، چون این سیستم در معرض تقلب است. هادی چی میگه سخنگوی کاخ سفید؟ به نظر میاد که او داره توپ رو میندازه به زمین دموکرات ها. بله، جمهوری خواهان اما از سخنگوی کاخ سفید و برخی دیگه از مقام های نزدیکتر به رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به مصاحبه و صحبت های اخیر هیلری کلینتون نامزد قبلی دموکرات ها در انتخابات قبلی که شکست خورد از دونالد ترامپ اشاره میکنن که گفته بود به جو بایدن توصیه میکنه به هیچ وجه روز انتخابات شکست رو نپذیره و تا آخر بایسته، چون به گفته خانم کلینتون این نتایج انتخابات احتمالاً خیلی کش پیدا میکنه. این چیز عجیبی نیست که نتایج انتخابات کش پیدا میکنه، ولی این صحبت هیلاری کلینتون خیلی مورد توجه جمهورخواه قرار گرفت که گفته که جو بایدن نباید شکست رو بپذیره. نظام انتخاباتی آمریکا، این رو ما خوب یادآوری بکنیم که اساساً تعیین نتیجه نهایی انتخابات مبتنی بر اعلام شکست از طرف نامزدی هست که معتقد شکست خورده، و مادامی که این نامزد اعلام نکنه شکست خورده، انتخابات اعلام نتیجهش همینجور کش پیدا میکنه تا وقتی که احتمالا دادگاه ها وارد بشن. برای همین عجیب نیست که ما در نوامبر امسال بعد از پایان این فصل انتخابات شاهد این باشیم که هر دو نامزد نتایجی که اون مقطع اعلام شده رو در موردش حرف داشته باشن. مثلا دونالد ترامپ بعید نیست که اون روز انتخابات در حوزه های رأی گیری رأی بالاتر رو ببره، ولی انتظار میره که جو بایدن نامزد دموکرات ها بگه که این نتایج نهایی نیست، و به همین خاطر عجیب نیست که ما شاهد اون رویه که در همه این سالها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده نباشیم و هیچکدوم از نامزدها قبول نکنن که شکست خوردن. این رو هم من خوب یادآوری بکنم که توی نظرسنجی ها الان از هر دو حزب، چه جمهوری خواه و چه دموکرات، نیمی از کسانی که میگن رأی میدن گفتن نتیجه انتخابات براشون ممکنه که مبهم باشه، ممکنه نتیجه انتخابات رو در مورد اعلام نتیجه انتخابات ابهام دارن. یعنی الان هر دو حزب طرفدارانشون با این مشکل مواجه هستن که روز انتخابات اگر نتیجه اعلام بشه این نتایج براشون تا 50% قابل پذیرش نیست. مهرش بخواستی چیزی بگی؟ چیزی که شاید بتونه به اصطلاح توضیح بده و روشن‌تر کنه این ماجرا رو این هست که طبیعتاً به خاطر همه‌گیری کرونا الان آمریکا در وضعیت خیلی بی‌سابقه قرار گرفته، و این در واقع تقسیم بندی که بین طرفداران رأی پستی و کسانی که حاضرن پای صندوق های رأی برن وجود داره، به خاطر اینکه دموکرات ها به تبع به خاطر اینکه بیشتر معتقد هستن که باید از گرد همایی ها و جمع شدن ها و اجتماعات دوری کنن به رأی پستی رغبت بیشتری دارن. جمهوری خواها به حمایت از آقای ترامپ که تایید کرده و تشویق کرده به رأی حضوری اونها
بیشتر حضوراً رأی میدن و همین در واقع یه مقدار چالش رو بیشتر کرده، به این دلیل که رأی های حضوری خیلی سریعتر شمرده میشن، بیشتر ایالت های آمریکا و واشنگتن دی سی رأی های پستی رو تنها بعد از این شمارشش رو شروع میکنن که تمام افرادی که حضوری رأی میدن رأیشون شمرده شده باشه. همین ممکنه در روز انتخابات به این نتیجه ختم بشه که رأی‌های حضوری آقای ترامپ رو تا اون قدری که شمرده شدن طبیعتاً جلوتر نشون بده، آقای ترامپ ادعا کنه که پیروز شده، در صورتی که هنوز بسیاری بسیار زیاد از آرای پستی حتی شمارششون راجع به چند درصد آرا صحبت می‌کنیم؟ آیا می‌دونیم چند درصد آرا ممکن است این دوره پستی باشن یا هنوز هیچ آمار دقیقی در این زمینه نداریم؟ ظاهرا 80 میلیون رأی پستی انتظار میره که پست بشه و 80 میلیون نفر انتظار میره که رأی پستی بده. آماره بسیار بالاییه. چقدر این دقیق باشه طبیعتاً به این جوری ها مشخص نمیشه چون رأی پستی وضعیت خیلی نامعلومی داره. و بهمن چقدر این پروسه ممکن است چقدر طول بکشه؟ چون همین که چقدر زمان میبره میتونه باعث بشه که واقعا یک عدم اطمینان طولانی و عدم قطعیت طولانی باشه که اون هرج و مرجی که صحبتش میشه پیش بیاد. یادمون باشه که رأی پستی چیز جدیدی در آمریکا نیست. بعضی ایالت‌ها مثلا 6-7 ایالتن که سال‌هاست دهه‌هاست خیلی از شهروندان رأی پستی میدن، هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته، در همون 24 ساعت اول هم شمرده میشه و آرایش اعلام میشه. خیلی چیز عجیبی نیست. علت اینکه این بار ممکنه یه قدری بیشتر طول بکشه همین است که حجم کسانی که رأی پستی میدن یه دفعه چند برابر از برابر معمول میشه، به خصوص که اداره پست متهم است که در حمایت از آقای ترامپ داره رساندن وسایل پستی رو آرام میکنه، از سرعتشون میکاهه. درنچه تعدادی از این رأی‌های پستی ممکنه چند روز بعد از انتخابات برسه. قانون در اکثر ایالت‌ها میگه به شرطی که تا روز قبل از انتخابات پست شده باشه، یعنی تاریخ پست روز قبل از انتخابات باشه و تا حد اکثر یه هفته بعد از انتخابات هم برسه شمارش میشه. درنچه بعد انتظار داشت که حداقل یه هفته در بعضی ایالت‌ها، نه در همه ایالت‌ها، طول بکشه که همه آرای پستی برسه و شمارش بشه و مطمئن بشن که رأی اون بیرون نمونده. ولی ممکن است هم که در بعضی ایالتهایی که مثلا ایالتهای شرقی مثل کارولینای شمالی مثل فلوریدا که رأی پستی هم درشون در گذشته هم سابقه داشته، مخصوصا فلوریدا، آرا شمارش بشه. مثلا در فلوریدا آرای پستی رو از چند دو هفته بیشتر از دو هفته قبل از انتخابات شروع میکنن بشمارن. یعنی اونجای مشکل رو ندارن و ممکنه تا 48 ساعت بعد مشخص بشه. اگر در اون دو ایالت آقای بایدن پیروز بشه تکلیف معلومه، اگر آقای ترامپ پیروز بشه اون وقت بعد منتظر ایالت‌های بعدی موند. می‌خواستی چیزی اضافه کنی هادی؟ بهمن هم گفت در همه این سال‌ها بوده، از زمان جنگ داخلی آمریکا رأی‌گیری پستی بوده. چیزی که تفاوت عمده ایجاد می‌کنه راحت‌تر شدن رأی‌دهی پستیه. شما در دوره‌های قبلی باید در اغلب ایالت‌ها دلیل می‌داشتین، بهانه‌ای می‌داشتین برای اینکه نمی‌تونین روز خود انتخابات رأی بدین که بتونین رأی پستی بدید یا رأی‌گیری زودهنگام. همین الان علاوه بر رأی پستی دارن توی صف هم رأی میدن. ولی خب این دوره بابت همه‌گیری کرونا، به خصوص در دوره‌ای که اوج واکنش ها بود، خود کاخ سفید و خود دونالد ترامپ هر روز کنفرانس خبری داشتن، به خصوص در اون دوره خیلی از ایالت ها شروع کردن قوانینی رو بررسی کردن که راحت تر میکنه رای دهی. الان در اغلب ایالت ها شما دلیلی لازم نداره برای اینکه رای پستی بدید، به همین خاطر عده خیلی بیشتری دارن میتونن رای پستی بدن و عده خیلی بیشتری تشویق شده. ولی این رو هم باید دید که در خیلی ایالت ها خود جمهوری خواهان مقام های محلی دارن مردم رو تشویق میکنن به رای پستی دادن. این باعث میشه که خود آقای ترامپ هم همین کار میکنه. خود آقای ترامپ هم تشویق میکنه رأی پستی. آقای ترامپ میگه در فلوریدا رأی پستی اشکال نداره چون میدونه که بیشتر جمهوری خواهان اونجا رأی پستی میدن، اما در ایالتهای دیگه مشکل داره. این یکی از تناقضهای آقای ترامپ در این مورد. یه چیزی هم که توی این روزهای اخیر مطرح شد در پنسیلوانیا یه مورد بود که دونالد ترامپ اشاره کرد که در یک منطقه‌ای که رأی‌گیری از نظامی‌ها کرده بودند، آقای ترامپ گفت چند تا برگ رأی من توی سطل آشغال پیدا شد، که درسته. این مورد موردی هست که توجه برانگیز شده توی اخبار و تعداد پایینه، ولی تعداد پایین هم میتونه مؤثر باشه. 9 تا رأی از آرایی که در یک منطقه نظامی گرفته شده در ایالت پنسیلوانیا معلوم شده که هیچ توضیحی هست که چرا این اتفاق افتاده؟
توضیحی که الان تحقیقات همچنان در جریانه، ولی توضیحی که خود مقام‌های محلی دادن این بوده که احتمالاً اینا بر پاکتی که رأی فرستادن خیلی شبیه پاکتایی بوده که باید فوری باز بشه باز کردن و چون دیگه رأی باز شده بوده دیگه مخدوش بوده انداختن دور، ولی از 9 تا رأی 7 تاش دونالد ترامپ بوده. و در نظر داشته باشیم که خود میشل اوباما همسر رئیس جمهور سابق آمریکا در نطقی که در حمایت از جو بایدن کرد گفت در ایالت میشیگان در هر حوزه رأی‌گیری اگه دو نفر بیشتر به هیلاری کلینتون رای داده بودن او پیروز شده بود. به همین خاطر و مثلا دوره قبلی 87,000 رای پستی امضاهاش تطبیق داده نشد. این خودش یه مسئله هست که شاید تو این انتخابات هم به خصوص بیاد. با افزایش تعداد رای دهنده ها پیش بیاد. متوجه. هادی، ولی مراحل بعدی این رو بگو. اگر که این اختلاف و این تشکیک ادامه پیدا بکنه، پای دادگاه ها وسط میاد و پای دادگاه عالی وسط میاد که میدونیم همین الان با مرگ یکی از قاضی های ارشد الان خود اون یه داستان دیگه است. میخوای اول قبل از اون بذار صحبت های جو بایدن رو راجبش بشنویم. صحبت های جو بایدن رو گوش کنیم. نوه قاضی گینگزبرگ هم گفت که آخرین آرزوی او قبل از مرگ این بوده که تا وقتی یک رئیس جمهور جدید سر کار مستقر نشده کسی جاش رو پر نکنه. به عنوان یک ملت ما باید آخرین درخواستش رو برآورده کنیم، نه به عنوان یک خدمت شخصی بلکه به عنوان خدمتی به کشور. کشور ما سر دوراهی است. الان وقتشه که به رای دهنده ها فرصت داده شه که صداشون شنیده بشه. باید صدای اونا شنیده بشه و فکر میکنم که رای دهندگان این رو روشن خواهند کرد که تحمل این سوء استفاده از قدرت رو ندارند. هادی، صحبتایی که جو بایدن میکنه دقیقاً منظورش چیه؟ میشه اول روند رو توضیح بدی که در چه مرحله‌ای پای دادگاه عالی وسط میاد و بعد این قضیه روت گینگزبرگ چه تأثیری داره تو کل این داستان؟ خب دیوان عالی عالی‌ترین نهاد قضاییه و در این مورد وقتی که مثلا در انتخابات که الگور و جورج بوش پسر رقابت میکردند پای دادگاه های آمریکا به میان آمد و اونها در نهایت رأی دادن که در مورد ایالت فلوریدا رأی به نفع جورج بوش در نهایت تلقی شد و جورج بوش پسر رئیس جمهور شد. الان که این کرسی قاضی گینزبرگ خالی شده میشه گفت وزنه محافظه کاران در دیوان عالی یه وزنه تقویت شده ای. اگر دونالد ترامپ بتونه یا اگر میتونست یک قاضی جایگزین بفرسته، قاضی بفرسته که جای قاضی گینزبرگ رو بگیره در این 40 روز مانده تا انتخابات یا حتی تا روز تحلیف دوره بعدی رئیس جمهور، اون وقت محافظه‌کارا دیگه تسلط بلا منازعی داشتن توی کرسی‌ها، چون همه قاضی‌هایی که الان در دیوان عالی هستن و جمهوری‌خواه همیشه به نفع محافظه‌کارا رأی نمیدن. اما اگر دونالد ترامپ بتونه یک قاضی سومی بفرسته که او هم محافظه کار باشه دیگه وزنه جوری سنگینه که دموکرات ها و لیبرال ها خیلی امید نمیتونن داشته باشن که لزوماً موضعشون در دیوان عالی اونقدر قوی باشه. و اگر کار در این انتخابات به دیوان عالی بکشه چیزی هست که هر دو حزب الان دارن در موردش اشاره میکنن، مطرح میکنن که به خصوص دموکرات هایی که دارن سعی میکنن رای دهنده ها رو بترسونن از اینکه دونالد ترامپ دوباره رئیس جمهور بشه، سعی میکنن از این فرصت استفاده بکنن که به رای دهنده ها بگن که چرا مهمه شما رای بدید وقتی رئیس جمهور آمریکا میتونه قاضی رو تعیین بکنه که تا آخر عمرش عملا بر زندگی شما تصمیماتش تاثیر بگذاره تا چند نسل بعد. از این بابت هر دو حزب دارن میگن که شاید دیوان عالی از الان که کرسیش خالی شده هم انتخاب قاضی جایگزین برای قاضی گینزبرگ مهمه، هم این که این دیوان خودش مرجع در واقع دعواهای حقوقی و قضایی باشه. یک چیزی که روشنه اینه که دست کم طبق قانون باید تا پنج هفته بعد از روز انتخابات، روز سوم نوامبر که میانه دسامبر میشه، نتیجه آرای الکترال معلوم شده باشه و با اون نتیجه است که رئیس جمهور معلوم میشه. اگر تا اون موقع معلوم نشده باشه دوباره یک روند طولانی خواهد بود که یک بخش مسیر عمده‌ای که آخرین بار 220 سال پیش آمریکا گذروند در انتخابات سال 1800 اینه که در مجلس نمایندگان رأی گیری بشه و هر ایالتی اکثریتش، یعنی مثلا در ایالت کالیفرنیا اگر دموکرات ها اکثریت دارند اونها عملا میتونن به جای ایالتشون رأی الکترال بدن. و با وجودی که الان در مجلس نمایندگان دموکرات ها اکثریت کرسی ها رو دارند، ولی اگر رجوع بکنیم به ایالت ها، در ایالت هایی که اکثریت وجود داره
یعنی اکثریت هر ایالت در کرسی های مجلس نمایندگان جمهوری خواهان جلوتر هستند. به این ترتیب شاید از مسیر مجلس نمایندگان هم جمهوری خواه امیدوار باشن که همچنان بتونن قدرت حفظ کنن، هرچند خیلی نادر و عجیبه این مسیر. و مهروش، این قضیه قاضی گینزبرگ چقدر الان واقعا در این مدت باقی مونده احتمال داره که ترامپ بیاد و این کار رو بکنه؟ میدونیم که اصرار داره که حتما جانشین او رو انتخاب بکنه. چقدر شدنی هست؟ چقدر اتفاق ممکنه بیفته؟ این فارغ از اینکه تصمیم آقای ترامپ چی باشه که گفته که میخواد نامزد خودش رو اعلام کنه، بدون حمایت سناتورهای جمهوریخواه که باید اون نامزد رو تایید کنن نمیتونه این کار رو بکنه. ولی میدونیم که سناتورهای جمهوریخواه تا الان گفتن که در واقع با به رأی گذاشتن نامزد آقای ترامپ موافق هستن و حاضرن در این زمینه شرکت کنن، به جز دو نامزدی که اعلام کردن. ولی کماکان وزنه به نفع کسانی که حاضر هستن قاضی بعدی رو تایید کنن سنگین تره. نکته که شاید این رو بیشتر بهتر بتونید توضیح بده این هست که آقای ترامپ نامزدیه که 4 سال پیش برخلاف میل حزب جمهوری خواه تونست نامزدی رسمی این حزب رو یک تنه در واقع با سبک و شیوه های خودش به دست بیاره و بعد حزب جمهوری خواه در واقع مجبور شد که او رو بپذیره و دنبال روی او و حامی او بشه. الان شاید این شکلی بشه بهش نگاه کرد که حزب و کس حامیان آقای ترامپ که مثلا طرفداران کلیسای انجیلی هستن، مذهبی هستن، به شدت با رفتار زن ستیزانه او از لحاظ اخلاقی مشکل دارن. اینها همه کسانی هستن که آقای ترامپ رو پذیرفتند تا بتونه دیوان عالی رو در فرصت‌های این چنینی خودش رو نشون بده و سیاست و اجتماع و قوانین حاکم بر جامعه آمریکا رو تغییر بده به سبک. خیلی مهم هستن این قضات دیوان عالی دیگه. قضات دیوان عالی، حالا برای کسانی که نمیدونن، اینها کسانی هستن که در رأی نهایی رو مثلا در خیلی از موارد در مورد مثلا حق سقط جنین مثلا تعیین میکنن، حق ازدواج همجنسگرا، حقوقی که برای خیلی از مردم در آمریکا برای نسل ها میتونه تاثیرگذار باشه. اما یه انتقادی مطرح میشه بهمن از جو بایدن در مورد برنامه های او، مثلا اینکه در مورد برنامه های اقتصادی خیلی روشن نیست برنامه‌اش. هنوز بخش بزرگی از کسانی که جزء رای دهندگان هستن ممکنه بگن که به ترامپ اعتماد بیشتری در برنامه های اقتصادی دارن. در مورد برنامه های جو بایدن چی میدونیم دقیقا؟ به نظر میاد آقای بایدن یه تصمیمی گرفته، اونم این است که تمرکز کمپینش و کارزارش رو بذاره بر روی مسئله کرونا و مدیریت مسئله کرونا و مسئله این که به قول خودش میخواهد آنچه که اصول و ارزش‌های آمریکاست رو احیا بکنه. از دید او آقای ترامپ به سمت نژادپرستی رفته، به نیروهای سیاه یا و تاریک قدرت داده و در نتیجه اون میخواد برگردونه آمریکا رو به زمانی که یک چنین ارزش‌های همچنان درش اولویت داره. و به همین جهت مخصوصا حتی از سوی مثلا آقای برنی سندرز و جناح چپ حزب دموکرات یه مقداری مورد انتقاد قرار گرفته که باید بیشتر در مورد مسائل اقتصادی روز مردم صحبت کنه، در مورد اینکه حداقل حقوق باید 15 دلار در ساعت باشه، در مورد اینکه دسترسی به آموزش و بیمه درمانی بر رایگان تر باشه و آسان تر باشه. اینا تو برنامه های آقای بایدن هست، ولی تاکید او در سخنرانی‌هاش و حرفاش عمدتا بر مسئله کرونا بوده، مدیریت کرونا و رفتارهای شخصی آقای ترامپ. به همین جهت در عینی که یک برنامه مدونی داره، این به اندازه کافی برش تاکید نمیشه از دید بعضی از منتقدان و بسیارشون هم طرفدارش هستن و منتقدان این ممکنه باعث بشه انگیزه کمتری داشته باشن بعضی رای دهندگان که براشون مسائل روز اقتصادی مهمه، کار داشتن مهمه و مسائل دیگه که بچه‌هاشون باش درگیر هستن. خصوصا الان که به هر حال در دوره کرونا و وضع اقتصاد هم وضع خوبی نیست در هیچ جای جهان و میدونیم که 2-3 روز دیگه هم این مناظره نامزدها هست که از همین الان ما منتظرش هستیم. هادی، باید انتظار چی رو داشته باشیم در روز مناظره؟ خب خیلی روی دیدنی خواهد بود، به خصوص که در واقع مثل مناظره که هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ داشتن، به نظر میرسه دو تا نامزد از دو تا
دنیای مختلف بیان با طرفدارشون حرف بزنن. در مورد اینکه آیا این مناظره ها در نهایت تأثیری بذاره روی رای دهنده ها یا نه، الان خیلی بیشتر از قبل تردید هست، به خصوص که خیلی ها شروع کردن به رای دادن. خیلی ها میگن که اگر کسی نتونسته تا الان نظرش رو روشن بکنه که دونالد ترامپ گزینه ای که میخواد آمریکا رو رهبری بکنه یا جو بایدن، از هر دو جناح میگن اگه کسی تا الان نتونسته نظرش رو معلوم بکنه دیگه احتمالاً چیزی کمکی بهش نمیکنه. ولی خب به احتمال زیاد دونالد ترامپ در مناظره خیلی روی جنبه اقتصادی دولتش تاکید میکنه که ما میدونیم در واقع میزان تایید عملکرد اقتصادی رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ الان بیش از 50% بیشترین حمایت رو در زمینه فعالیت‌های اقتصادیش داره، احتمالاً رو اون تاکید بذاره. و جو بایدن همچنین بسا روی عملکرد دولت آمریکا، دولت فدرال در زمینه مبارزه با ویروس کرونا و همینطور مسائل عقیدتی تری که شاید برای خیلی رای دهنده ها در حوزه های دیگری مهم باشه. مهرش، به نظر تو چی مطرح میشه در مناظره و توقع داری چی مطرح بشه؟ به نظر من چیزی که جالب هست ببینیم سبک و سیاق آقای ترامپ هست و در واقع این جنگ تمدن هایی که روی صحنه قراره انجام بشه. اگر مثلا مناظره آقای ترامپ با هیلاری کلینتون رو یادتون باشه، مثل سایه دنبالش راه میرفت، خیلی حتی روی صحنه رسما گفت اگر رئیس جمهوری بشم من تو رو به زندان میفرستم، تو باید بری زندان و یک تحقیق رو علیهت آغاز خواهم کرد. حرف‌های بسیار بسیار جنجالی و تندی که سبک و سیاق آقای ترامپ هست، ولی در این حال حالا که رئیس جمهور هست میتونه هم به نفعش و هم به ضررش تموم بشه. و اینکه آقای بایدن روی صحنه چطور در مقابل حملات آقای ترامپ میخواد بیسته و چه چهره‌ای از خودش نشون میده، به نظر من جالب‌ترین نقطه در مناظره خواهد. ممنونم هر سه شما. خیلی سریع اگه میتونید بگم. بعدم انتظار داشت که حملات شخصی به خانواده آقای بایدن رو از آقای ترامپ بشنویم. حتما حملات خیلی تند شخصی خواهد کرد. تا سه روز دیگه که حالا ببینیم در این مناظره چی میگذره. فعلا ممنونم از شما بهمن، مهرنوش و هادی، و ممنونم از شما که با صفحه دوی ویژه ما برای انتخابات آمریکا همراه هستید. همونطور که گفتم فراموش نکنید ما پوشش زنده مناظره رو خواهیم داشت. همکاران ما همزمان این مناظره رو برای شما پوشش میدن و ترجمه میکنن. شب و روزتون خوش.